درود به یکایی که شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاک زیبای زمین مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتون هستم. اگه موافق باشید با هم دیگه به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار جالب و کاملا عجیب امروز. دوستان عزیز، مدتی گویا در آسمون، شاید بگم بعضی از کشورها، یا بهتره بگم تمامی کشورها، اتفاقات بسیار عجیبی داره رخ میده. لابد میگید چه اتفاقاتی؟ خواهش میکنم به این ویدیوها خوب نگاه کنید، شاید خودتون بهتر از من متوجه بشید که در آسمون قاره اروپا و آمریکا چه خبره. موافقید؟ پس شروع می‌کنیم. 21 آوریل سال 2021 که برابر میشه با پنجشنبه 1 اردیبهشت ماه سال 1401 خورشیدی، دنور، کلرادو، ایالات متحده آمریکا. در این روز تصویر بسیار غریبی توسط دوربین موبایل یک شهروند ساکن شهر دنور در کلرادو ایالات متحده آمریکا ثبت و ضبط شد. خواهش میکنم به ویدیویی که این شهروند با موبایل خودش ضبط کرده دقت کنید. همینطور که میبینید تصویر یک شیء پرنده ناشناس که بیشتر شبیه به کلاکاسکت موتور سوارانه در دل آسمون دیده میشه. متاسفانه به علت دور بودن بیش از حد این سوژه و موضوع، همچنین به خاطر هیجانی که این شهروند هنگام دیدن این شیء ناشناس پرنده پیدا کرده، دستش دچار لرزش فراوان شده و تصاویر این ویدیو به شدت در حال لرزیدنه. به همین دلیل برای اینکه بتونیم بهتر پی ببریم که این شهروند چه چیزی رو با موبایل خودش ثبت و ضبط کرده، میبایست از یک نرم افزار استفاده کنیم. اجازه بدید تصاویر این شهروند اهل دنور رو من استابلایزر کنم. نگاه کنید، واقعا که ویدیوی حیرت انگیزیه. زمانی که سرعت پخش این ویدیو رو ما قدری آهسته میکنیم، همچنین به روی تصویر مقداری تمرکز و زوم میکنیم، بعد از با کنتراست تصویر بازی کردن متوجه یک چیز بسیار عجیب در دل این ویدیو میشیم. میدونید چه چیزی؟ نگاه کنید. همینطور که میبینید یک موجود کوچک اندام در داخل این شیء پرنده ناشناس به خوبی داره دیده میشه. چهره یک موجود بیگانه فرازمینی در داخل این شیء پرنده ناشناس داره خودنمایی میکنه. نگاه کنید، این دسته از موجودات فرازمینی در دستبندی یوفولوژی به خاکستری های کوتاه قامت شناخته میشن. دوستان، مایل هستید شیء پرنده ناشناسی که این موجود بیگانه فرازمینی درون اون سوار شده به وسیله کامپیوتر براتون بازسازی کنم؟ پس خواهش میکنم نگاه کنید. به قول دوستان، این دیگه واقعا آخرشه. خیلی عجیبه، نه؟ اما شاید چندان چیز تازه و عجیبی هم نباشه. میدونید چرا؟ نگاه کنید. 17 ماه می سال 2006
که برابر میشه با چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1385 خورشیدی، مونتری، نوولون. همینطور که میبینید دوستان، دقیقا یک شی مشابه با همین شی که دقایق پیش بهتون نشون دادم در آسمون مونتری داره به ما خودنمایی میکنه. در این روز بیشتر اهالی مکزیک این شیء پرنده رو در آسمون کشورشون دیدند، اما متاسفانه در اون سالها چون صنعت موبایل آنچنان پیشرفت نکرده بود و گوشی های موبایل دوربین خوبی نداشت، یا شاید هم به کل در موبایل ها دوربینی وجود نداشت، فقط همین یک تصویر از اون روز برای ما به یادگار مونده. اما یک انیماتور به نام آقای خوز هرناندز بعد از شنیدن گزارشات مردمی تصمیم گرفت از این ماجرا یک انیمیشن تهیه کنه. خواهش میکنم نگاه کنید. همینطور که دارید مشاهده میکنید، تصویری که توسط انیماتور آقای خوز هرناندز تهیه شده دقیقاً مشابه با همون تصویر ویدیویی که در جنور توسط مردم دیده شده. اما اگر به شما دوستان عزیزم بگم که دوستان، تنها این دو مورد نبوده و یک بار دیگه هم این شیء پرنده ناشناس در گوشه دیگه از کره زمین دیده شده، حرف منو باور میکنید؟ خواهش میکنم نگاه کنید. هنگامی که ما تصاویر این دو ویدیو رو در کنار همدیگه قرار میدیم، تنها میتونیم یک نتیجه بگیریم و اون هم اینه که هر دوی اینها تصاویر یک شیء پرنده است. با من موافق هستید؟ واقعا که ویدیوی عجیب و حیرت انگیزی بود، نه؟ 17 آوریل سال 2022 که برابر میشه با یک شنبه 28 فروردین ماه سال 1401 هجری خورشیدی، تلسکوپ فضایی هاوایی، ایالات متحده آمریکا. ثبت تصویر به وقت محلی ساعت 5 بامداد. در این روز دوستان، تصویر بسیار غریبی در تلسکوپ فضایی هاوایی نقش بست. از اونجایی که مدت زمان این تصویر طولانی بود، تصمیم گرفتم سرعت ویدیو رو 5 برابر بیشتر کنم. خواهش میکنم با دقت این ویدیو رو هم نگاه کنید. دیدید دوستان؟ به نظر شما در هوایی ایالات متحده آمریکا چه خبره؟ این چه چیزیه که توسط تلسکوپ فضایی هوایی دیده شده؟ آیا این یک نوع از UFO هاست؟ یا شاید هم این یک جور پورتاله؟ و یا شاید هم یک استارگیته؟ یا شاید هم روسیه بار دیگه میخواد خودشو وسط بندازه و این بار هم اعلام کنه که این یک نوع موشک بالستیک منه که داشتم آزمایش میکردم؟ نمیدونم. به نظر تو دوست عزیز من، این چه چیزیه که در دل آسمون هوایی دیده شده؟ پیش از اینکه پاسخ خودت رو در زیر این ویدیو بنویسی، خواهش میکنم یک بار دیگه هم این ویدیو رو نگاه کن. مارس 29 سال 2022 که برابر میشه با سه‌شنبه 9 فروردین ماه سال 1401 خورشیدی. ثبت تصویر به وقت محلی ساعت 4:48 بامداد. دوستان، در هول و هوش ساعت 5 بامداد اتفاق بسیار عجیبی در یکی از شهرهای ایالات متحده آمریکا رخ میده.
خواهش میکنم با دقت به این ویدیو نگاه کنید. یک شیء کاملا نورانی و درخشان از بالای ابرها عبور میکنه، سراسر زاویه دید دوربین رو طی میکنه و از سمت دیگه از زاویه دید دوربین خارج میشه. چیزی که مسلمه این به هیچ وجه ساخته دست انسان ها نمیتونه باشه، چرا که اگه ما این شی رو یک جور نور تبلیغاتی بدونیم میبایست رد نور از زمین تا به آسمون دیده میشد. این در حالیه که کاملا مشخصه این نور از بالای ابر هاست، از پشت ابر هاست، نه از سمت زمین به سمت ابر. به نظر تو دوست عزیز من این چه چیزیه که در دل آسمون یکی از شهرهای ایالات متحده آمریکا دیده شده؟ اما دوستان، شبکه تلویزیونی NBC ایالات متحده آمریکا به این مشهوره که در رابطه با بشقاب پرنده ها هیچگاه صحبتی نمی کنه. چرا و به چه دلیل مشخص نیست، اما در این شبکه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد صحبت میشه ولی در یک مورد هرگز صحبتی نمیشه و اون هم UFO هاست. چراشو نمیدونم، شاید سیاست این شبکه اینگونه ایجاب میکنه. اما از اونجایی که UFO ها در سال 2022 داره عالمگیر میشه، حتی شبکه NBC هم در امان نمونده. در هنگام پخش یک مستند از شبکه تلویزیونی NBC به ناگهان برای ثانیه هایی یک UFO در دل آسمون دیده میشه. خواهش میکنم نگاه کنید. به نظر تو دوست عزیز من این چه چیزیه که در شبکه تلویزیونی NBC دیده شده؟ آیا باز هم به این تصویر UFO میشه شک کرد؟ این تصویر که توسط یک شبکه کاملا مخالف با UFO ها پخش شده. 25 آوریل سال 2022 که برابر میشه با 5 اردیبهشت ماه سال 1401 خورشیدی، نیو مکزیکو، ایالات متحده آمریکا. همینطور که دیدید یک شیء پرنده ناشناس به ناگهان از ناکجا آباد در دل آسمون سر و کلش پیداش میشه و بعد به آهستگی در درون جنگل نیو مکزیکو فرود میاد و به زمین میشینه. واقعا که ویدیوی عجیبیه، موافقی؟ و اما دوستان، ویدیوی بعدی مربوط میشه به شهر هادرا در کشور اسرائیل، 1 آوریل سال 2022 که برابر میشه با جمعه 12 فروردین ماه سال 1401 خورشیدی، استان هادرا، کشور اسرائیل. دوستان، شهر هادرا از شهرهای تفریحی کشور اسرائیل، به یه نوعی شاید مثل کیش. تا دو شهر اصلی کشور اسرائیل یعنی تل آویو و حیفا این شهر نیم ساعت فاصله داره. به نوعی میشه گفت که این شهر در قلب کشور اسرائیل واقع شده.
اما حالا چرا این اطلاعات رو من خدمت شما دوستان عزیزم ارائه میکنم؟ نگاه کنید. همینطور که میبینید یک شیء پرنده ناشناس با ظاهری کاملا ناآشنا و غریب بر فراز استان هادرای کشور اسرائیل داره برای خودش جولون میده. این مسئله زمانی بسیار عجیب و تأمل برانگیز میشه که ما بدونیم که کشور اسرائیل بر فراز آسمان خودش یک پوششی داره به نام گنبد آهنین. این پوشش گنبد آهنین پوششیه برای جلوگیری از ورود هر شیء ناشناس و ناشناخته. خواهش میکنم به این موضوع دقت کنید که این شیء پرنده ناشناس چه نوع ساختاری داره که رادار دقیق کشور اسرائیل این شیء رو نتونست در قلب کشور اسرائیل تشخیص بده. خواهش میکنم به این ویدیو با دقت نگاه کنید. ویدیوی بعدی هم مربوط میشه به همون شب، 1 آوریل سال 2022 که برابر میشه با جمعه 12 فروردین ماه سال 1401 هجری خورشیدی، هندوستان. دوستان، در نگاه نخست به نظر میرسه که یک شهاب سنگ داره وارد جو زمین میشه، اما بعد از ثانیه هایی ما متوجه میشیم که این شی به هیچ وجه نمیتونه یک شهاب سنگ باشه. نگاه کنید. Thank you.
آیا این یک شیء ناشناخته پروازی بیگانگان یا همون Unidentified Flying Object یا UFOه؟ من نمیدونم. تا رأی و نظر و داوری شما در ارتباط با این ویدیو چه چیزی باشه؟ و اما ویدیوی بعدی مربوط میشه به آریزونا در ایالات متحده آمریکا. همینطور که دارید مشاهده میکنید، یک حلقه دودمانند، اونم سفید رنگ، به ناگهان در دل آسمون آریزونا ظاهر میشه. دوستان، شاید پیشتر از این با حلقه های دود آشنا شدید و در همین شبکه در رابطه با حلقه های دودی با شما من صحبت کردم، اما این بار این تصویر با تصاویر حلقه های دودی کاملا متفاوته. نگاه کنید، همینطور که دارید مشاهده می کنید، فضای داخل این حلقه دودی کاملا سیاه‌تر و پررنگ‌تر از فضای خارج از این حلقه دودیه. به نظر تو دوست عزیز من، این چه چیزیه؟ آیا این فقط یک حلقه دودی معمولیه؟ قاعدتاً این یک اتفاق طبیعی و معمولی نیست، چرا که همینجور که دارید تماشا میکنید چند ماشین دیگه هم با دیدن این حلقه دود کاملا متعجب شدند و در گوشه‌ای پارک کردند و در حال ضبط این اتفاق از آسمون آریزونا هستند. به نظر تو دوست عزیز من، این چه چیزیه؟ چرا فضای داخل این حلقه دود تاریک‌تر از خارج اونه؟ آیا این یک جور استارگیته؟ آیا این یک نوع از تونل زمانه؟ و یا شاید هم یک دریچه است به ابعاد دیگه؟ من نمیدونم. تا رأی و نظر و داوری شما در ارتباط با این ویدیو چه چیزی باشه؟ و اما ویدیوی بعدی. دوستان، پیش از اینکه این مورد رو بخوام خدمت شما دوستان عزیزم گزارش کنم، ابتدا میبایست شما رو به ویدیوی قبلی بازگشت بدم. خاطرتون هست که حدود یکی دو ماه پیش من از دیده شدن یک شیء پرنده ناشناس در آسمون دو کشور شیلی و آرژانتین با شما دوستان عزیزم سخن گفتم؟ دقیقا نمیدونم دوستان اون قسمت ساخته من رو در شبکه دیدید یا خیر. اجازه بدید یک بار دیگه به طور کاملا خلاصه و فشرده اون بخشی که در اون قسمت برای شما دوستان عزیزم تهیه و تدارک دیدم رو بار دیگه ببینیم، تا بعد در ادامه بازگردم و باقی عرایزم رو خدمتتون عرض کنم. شب پنجشنبه ششم ژانویه سال 2022، سانتیاگو، کشور شیلی. دوستان، در این شب یک شیء استوانه‌ای شکل درخشان در سر تا سر شهر سانتیاگو تا دلش خواست جولون داد. شاید نزدیک به 7 یا 8 شهروند از این شیء پرنده تصویر برداری کردند. نخستین تصویر رو دو جوان که داشتن توی خیابون دختربازی میکردن، همینجور که منتظر دوست دخترشون بودن، به ناگهان با این شیء عجیب روبرو شدن.
تمام هوش و حواسشون رفته روی این شی. تصویر ویدیوهای اهالی شهر سانتیاگو به سرعت در فیسبوک وایرال شد. به قدری این شی سر و صداش بلند شد که کار به شهردار سانتیاگو رسید. ایشون هم کاملا دست باچه اومد در ارتباط با این شی پرنده نظر داد. میدونی چه چیزی گفت؟ آها، خیلی نظر علمی و کارشناسی داد. شهردار سانتیاگو محبت کردند و فرمودند این شی درخشان نورانی که در آسمان شهر ما دیده شده، اینها ماهواره استارلینک مال ایلان ماسکه. ماهواره استارلینک ایلان ماسک؟ باشه، تو راست میگی. دوستان، این تصاویری که میبینید مربوط به ماهواره استارلینک متعلق به آقای ایلان ماسک ثروتمنده. همینطور که میبینید ماهواره استارلینک در آسمان بدین شکل دیده میشه و این هم تصویری که مردم شهر سانتیاگو به وسیله موبایل های خودشون ضبط کردند. به نظر شما این دو شی هر دو یکی هستند؟ شهردار شهر سانتیاگو حق داره؟ این همون ماهواره استارلینکه؟ نمیدونم، نظر شما چیه؟ دیدید؟ خاطرتون اومد در ارتباط با کدوم موضوع میخوام صحبت کنم؟ بله دوستان، به تاریخ 21 آوریل سال 2022 که برابر میشه با پنجشنبه 1 اردیبهشت ماه سال 1401 خورشیدی، این شیء مرموز و عجیب حداقل در 4 ایالات متحده آمریکا دیده شده و توسط حداقل بیش از 7 انسان تصاویر این شیء پرنده در داخل دوربین های اونها ثبت و ضبط شده. دوستان عزیز، در شب پنجشنبه 21 آوریل سال 2022 چیزی در حدود ساعت 10 شب 4 ایالت از ایالات متحده آمریکا صدها گزارش از یک شیء پرنده بزرگ مخابره کردند. این شیء پرنده کاملا بی سر و صدا پهنه آسمون رو طی می کرد. تا به این لحظه در شبکه‌های اجتماعی حداقل 7 ویدیو از این شی در اون شب آپلود شده. تصویربردار نخست این شی رو ما در این ویدیو در دوردست مشاهده میکنیم که چه میزان بزرگ و عظیمه. یک تیکه کوچیک از این شی به دنبال این شی در حال حرکته، انگار که این تکه حکم محافظ و نگهبان این شی بزرگ رو داره. تصویربردار دوم از اوهایو این ویدیو رو بارگذاری کرده. این تصویربردار ادعا میکنه که در حدود 10 تمام داشته این شیء رو در آسمون مشاهده میکرده. تصویربردار دوم ادعا میکنه که مطمئنه که این شیء ساخته دست ما انسان ها نیست. تصویربردار سوم با تجهیزات دوربین تصویربرداری این ویدیو رو ضبط کرده. به خاطر نوع دوربین این تصویربردار، این شی کمی واضح‌تر در آسمون داره دیده میشه. تصویربردار چهارم از شهر شیکاگو این ویدیو رو ضبط کرده.
این ویدیو رو تصویربردار پنجم از ایندیاناپولیس ضبط کرده. خوشبختانه در این ضبط این شی کمی پایین تر قرار گرفته و زوایا و گوشه های این شی به طور واضح تر قابل رویت و مشاهده است. تصویربردار ششم هم از همون شهر این تصویر رو ضبط کرده. اما تصویربردار هفتم از شهر دیترویت این ویدیو رو ضبط کرده. تصویربردار هفتم میگه که کاملا بی سر و صدا از بالای سر من عبور کرد. بعید میدونم این شی ساخته دست ما انسان ها باشه. بعد از اینکه این هفت ویدیو در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری شد، هر کسی در ارتباط با این شیء فرازمینی مرموز ابراز نظری کرد. بعضیا گفتن این یک شهاب سنگه. برخی دیگه هم مطابق دفعه پیش گفتن که این ماهواره آقای ایلان ماسکه. این مربوط به پروژه استارلینک. تا به امروز 3 کشور، شیلی، آرژانتین و این بار ایالات متحده آمریکا، این شی رویت شده. آیا شما هم فکر میکنی که این یک شهاب سنگه؟ یا اینکه شما هم بر این باور هستید که این شی مربوط به پروژه استارلینک آقای ایلان ماسک؟ به نظر تو دوست عزیز من، آیا این شی منشأ غیر انسانی داره؟ یا اینکه خیر ساخته دست ما انسان هاست؟ واضح ترین تصویری که از این شی تا به امروز ضبط شده مربوط به شهر کوردووا آرژانتینه. این شاهد در فاصله کمتر از 150 متری موفق شده تصاویر این شی رو ضبط کنه. خواهش میکنم به ویدیوی این شاهد نگاه کنید. این واضح ترین تصویر ویدیویی از این شی پرنده ناشناسه. در این ویدیو جزئیات بیشتری از این شی نمایان میشه. به نظر تو دوست عزیز من، این شی چه چیزی میتونه باشه؟ خوشحال میشم در زیر این ویدیو نظر خودت رو برای من و باقی دوستان بیننده بنویسی. بسیار خوب دوستان، با همدیگه تصاویری رو که من برای امروز و این ساعت شما دوستان عزیزم در نظر گرفته بودم رو دیدیم. چطور بود؟ دوست داشتی؟ واقعا آیا به دلتون نشست؟ پسندیدید؟ نظر شما در ارتباط با این اشیاء پرنده ناشناس چه چیزیه؟ درباره کدوم یک از این ویدیوهایی که خدمت تو دوست عزیزم نمایش دادم میتونی ابراز نظر بکنی؟ بسیار مایلم که نظر تو دوست عزیزم رو در ارتباط با این ویدیوهایی که خدمت شما نشون دادم بدونم. مایلم که نظر تو دوست عزیزم رو در ارتباط با این تصاویر جویا بشم. مطمئن هستم دوستان عزیز بیننده این شبکه هم از خوندن نظر تو دوست عزیزم کاملا استقبال میکنن. پس غریبی نکن و نظر خودت رو در ارتباط با این تصاویر، اون چیزی که فکر میکنی، بنویس. از اینکه منو تا پایان و تا انتهای این قسمت و این اثر و این کار همراهی کردید، یاری کردید، منو تنها نذاشتید، رفیق نیمه راه نبودید، از تو دوست عزیزم کمال تشکر و قدردانی رو دارم. امیدوارم که توفیق دیدار شما دوستان عزیزم رو روزی از نزدیک داشته باشم. در آرزوی دیدار روی ماه شما عزیزانم، روزها رو شب، شبها رو روز بانم. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد.